سرخط خبرها. امید به تغییر شرایط در بریتانیا بعد از اوجگیری شیوع کرونا. واکسن دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنیکا هم مجوز گرفت. تعیین غرامت برای جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراین. دولت ایران برای خانواده هر قربانی 150 هزار دلار در نظر گرفت. ورود به اسرائیل بعد از 3 دهه حبس و 5 سال ممنوع خروجی از آمریکا. نتانیاهو از جاسوس جنجالی در فرودگاه استقبال کرد. و زلزله و پس لرزه‌های ویرانگر در کرواسی. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. بریتانیا مجوز استفاده از یک واکسن دیگر کرونا را صادر کرده، واکسنی که دانشگاه آکسفورد و شرکت آسترازنیکا تولید کردند. قرار است تزریق گسترده این واکسن از 5 روز دیگر شروع شود. این واکسن نسبت به واکسن‌های مدرنا و فایزر بسیار ارزان‌تر است و می‌توان آن را در یخچال معمولی نگهداری کرد. بیشتر واکسیناسیون گسترده در بریتانیا با استفاده از واکسن فایزر شروع شده بود. پرهام قبایدی گزارش می‌دهد. بیمارستان‌ها در بریتانیا زیر فشار بی سابقه. دلیل اوجگیری آمار ابتلا به کرونا. در لندن کسب و کارها تعطیل و مردم خانه نشین شدند. شیوع ویروس دوباره سر به فلک کشیده. اما امروز صبح مردم با خبری خوش از خواب بیدار شدند. خبری که بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا در توییتر اعلام کرد. واکسن مشترک دانشگاه آکسفورد و شرکت داروسازی آسترازنکا مجوز گرفت. وزیر بهداشت در مصاحبه با برنامه صبحگاهی بی بی سی از شروع واکسیناسیون در روزهای آینده خبر داد. از 4 ژانویه، یعنی از هفته دیگه شروع می‌کنم. بیمارستان‌ها در سراسر کشور آمادند، اما می‌تونیم این واکسن رو در مطب‌ها و خانه‌های سالمندان هم استفاده کنیم. چون فقط به دمای یخچال عادی نیاز داره، برخلاف واکسن فایزر که به دمای خیلی پایین منفی 70 نیاز داره. از دوشنبه شروع می‌کنیم. این در حالی است که تزریق گسترده واکسن شرکت‌های فایزر و بایونتک در بریتانیا از مدتی پیش شروع شده. واکسن جدید در مقایسه با 2 واکسن مدرنا و فایزر بایونتک میزان اثر بخشی کمتری دارد، از 62% تا 90%، بسته به اینکه چند دوز تزریق شود. مانند واکسن‌های دیگر در 2 مرحله تزریق می‌شود. اما مزیت اصلیش دمای نگهداری آن است. برخلاف 2 واکسن دیگر که در دمای بسیار پایین نگهداری می‌شوند، این واکسن به دمای معمولی یخچال نیاز دارد. به همین جهت انتقالش را آسان‌تر می‌کند، چه در بریتانیا و چه برای ارسال به بقیه کشورها. همچنین هزینه‌اش در مقایسه با مدرنا و فایزر بسیار پایین‌تر است، 4 دلار برای هر دوز. رئیس بخش تحقیق واکسن دانشگاه آکسفورد هم می‌گوید عوارض جانبی این واکسن بسیار کم است. واکسن عوارض جانبی کمی داره. بعضی در روز اول احساس میکنن یه بیماری ویروسی ملایم گرفتن و دستشون درد میگیره. بعضی اوقات بدن درد به همراه داره و کمی لرزش بدن. اما اینها در طول هفته اول معمولا از بین میره. ولی ما در بین بیش از 40 هزار نفری که واکسن زدیم عوارض جانبی عمده‌ای مشاهده نکردیم. بریتانیا این روزها با نوع جدیدی از ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کند که انتقالش سریع تر است. آمار ابتلای روزانه در بریتانیا دیروز دوباره رکورد شکست و بیش از 53 هزار مورد جدید ابتلا در یک روز ثبت شد. در آستانه سال جدید میلادی خبر تولید این واکسن امیدی تازه است. بارقه ای از نور در پایان سالی تاریک. با وجود تهیه واکسن به خاطر اوجگیری شیوع کرونا در بریتانیا قرار است امروز محدودیت‌های تازه‌ای اعلام شود. اما امید بازگشت به زندگی عادی حالا در دل‌ها زنده شده. پرهام قبادی، بی بی سی.
یک روز بعد از آغاز آزمایش بالینی واکسن ایرانی کرونا، امروز مقام‌های مسئول تلاش کردند تردیدها و ابهام‌ها را برطرف کنند. در همین حال اعلام شد که ایران پذیرفته صادرات گاز به عراق را به حالت عادی برگرداند و در عوض بخشی از بدهی عراق را صرف خرید واکسن از خارج کند. در ایران فعلا آمار جانباختگان کرونا نسبت به گذشته پایین آمده، اما هشدارها برای پرهیز از تجمعات برقرار است و وضعیت 4 شهر استان مازندران قرمز اعلام شده. با پایین آمدن آمار مرگ و میر و بستری‌های مبتلا به کرونا در ایران، حالا نگاه‌ها قویاً به عاقبت واکسنی دوخته شده که ایران از دیروز با سر و صدای فراوان وارد مرحله آزمایش انسانی کرد. این واکسن کی آماده استفاده عمومی است؟ آیا تولید انبوه ها ممکن است؟ اصلاً ایران زیرساخت این کار را دارد؟ چه کسانی در صف اول تزریق هستند؟ افراد علمی جامعه مسئولان ایران امروز کوشیدند به افکار عمومی اطمینان دهند، به مردمی که بین دو قطب خوشبینی و غرور ملی یا بدبینی و تردید قرار گرفتند. امیدوار هستیم که انشالله ما مثلا ظرف 6 ماه بتونیم خط تولید انبوهمون که بین 120 میلیون دوز تا 150 میلیون دوز ظرفیت داره انشالله ایجاد بشه. دیدم تو بعضی وقتا تو شبکه‌های اجتماعی که بله ایران که زیرساخت واکسن، نه ما زیرساخت داریم، ما الان 6 7 واکسن رو داریم تولید میکنیم، به بچه‌هامون هم داریم تزریق میکنیم همین واکسن رو. و سوال هم هست که پوشش واکسیناسیون بالایی داریم. انیس راضی به احتمال زیاد ظرف مثلا حد اکثر فکر میکنم یک ماه آینده اونم تزریق انسانیش انجام شروع بشه. تا عید ما امیدوار هستیم که در ستاد اجرایی 3 تا از این روش‌ها، یکیش که امروز تزریق انسانیش انجام شد، 2 روش دیگه هم انجام بشه. ایران نگفته که تمام تخم مرغ‌های خودش را در سبد واکسن ایرانی گذاشته و می‌خواهد میلیون‌ها دوز واکسن هم از خارج بخرد. تلاش ایران برای خرید واکسن خارجی بعد از اظهار نگرانی مقام‌های ایرانی بر سر اینکه دولت آمریکا ممکن است برای نقل و انتقالات مالی خرید واکسن مشکل ایجاد کند، امروز از راهی دیگر ظاهراً به سرانجام رسید. به عراق رفتم و در اونجا عراق به ایران بابت واردات گاز بدهکار است و ایران نیاز به کمک عراق برای خرید واکسن دارد. گویی معامله پایاپای جوش خورده. اما سرنوشت واکسن ایرانی فعلا کمکی به بهتر شدن اوضاع کرونا در ایران نمی‌کند. با اینکه آمار رسمی جانباختگان روزانه کرونا از بالای 400 نفر در ماه گذشته حالا به زیر 150 نفر رسیده، هر لحظه امکان دارد ورق برگردد. آنگونه که زنگ‌های خطر در استان مازندران به صدا درآمد. امروز اعلام شد که وضعیت 4 شهر استان مازندران، رامسر، سوادکوه، آمل و ساری قرمز شده. شما در استان مازندران می‌بینید که رعایت پروتکل‌ها به مراتب از متوسط کشوری پایین‌تر افتاده و به همین میزان گرفتاری ما در ابتلا، بستری و مرگ و میر هم افزایش یافته و هم رو به افزایشه. نگرانی دیگر به گفته وزیر بهداشت، تجمعات مردم در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و ایام عزاداری فاطمیه است. اینها به پایگاه حافظان سلام. وزیر بهداشت میگوید فرماندهان سپاه به او اطمینان دادند که تجمعی در کار نخواهد بود. تجمعی که اگر رسمی یا غیر رسمی برپا شود، میتواند انتظار برای یک واکسن را به انتظاری تلخ‌تر از امروز بدل کند. سیاوش اردلان، BBC. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ما هستند. آقای صدری، درباره واکسن آسترازنکا و دانشگاه آکسفورد که امروز اجازه گرفت و تایید شد، به خاطر ارزون بودن و اینکه میشه در دمای پایین نگهداری بشه خیلی مورد استقبال قرار گرفته، اما اینکه اثر بخشش نسبت به دو واکسن مدرنا و فایزر نسبتاً کمتره، آیا این ممکنه باعث نگرانی باشه؟ دل بر شما. البته میدونید دو تا مقاله در مورد واکسن آکسفورد چاپ شده، یکیش هستش که با دوز استاندارد تزریق شده در مرحله اول و دوز استاندارد در مرحله دوم. بله، در اون مقاله دیده شده که ایمنی حدود 62% داده میشه، ولی کن در مطالعه بعدی که با دوز نصف در مرحله اول چاپ شده است، نشان داده که واکسن حدود 90% کارایی داره، یعنی شبیه به فایزر و مدرنا. و خب این رو بایستی در بعد بیشتر دید. اون چیزی که بسیار مهم هست در مورد واکسن آکسفورد این هستش که 10 مورد ابتلای بیماری در گروه کنترل بیماری
دیده شده و هیچ گونه مورد شدید بیماری در کسانی که واکسن آکسفورد دریافت کردن دیده نشده. یعنی اینکه قطعا این واکسن در جلوگیری از بستری و وخامت حال موثر هست و این بسیار بسیار خوب هست و همونجور که فرمودید قیمتش حدود کمتر از 4 دلار هست در مقایسه با مثلا 33 دلار برای واکسن مدرنا. آیا میشه گفت که بعد از تزریق این واکسن دیگه مجبور نیستیم که از ماسک استفاده کنیم و فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم؟ ببینید ما صحبتی که میکنیم همیشه این هستش که واکسن 90%, 95% و یا چنین ارقامی رو میگیم. فعلا ما در مورد ویروسی که میدونیم که حتی جهش هایی هم در صورت گرفته بایستی مقداری با احتیاط بیشتری برخورد بکنیم. مسلماً پروتکل های بهداشتی تا مدتی بعد از اینها هم ادامه پیدا خواهد کرد، ولی چیزی که خواهد بود اون خیال، راحتی خیال هست که ما میدونیم که اگر هم مبتلا بشیم یا به شکل خفیف مبتلا میشیم و یا اصلا مبتلا نمیشیم و مرگ و میر بیماری به شدت کاهش پیدا کرد خواهد کرد و این رو من فکر میکنم از حدود 8-9 ماه آینده ما میتونیم انتظار داشته باشیم. خیلی ممنونم ازتون دکتر مازیار سعدی، فوق تخصص مراقبت های ویژه. ایران میگوید آماده است 150 هزار دلار به خانواده هر یک از جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراین غرامت دهد. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران گفته که این مبلغ بر اساس قوانین کشورهایی که سرنشینان هواپیما تبعی آنها بودند و بدون تبعیض به ورثه قربانیان پرداخت خواهد شد. این هواپیما حدود یک سال پیش با موشک‌های سپاه پاسداران در نزدیکی تهران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. اکثر آنها تابعیت یا اقامت کانادا را هم داشتند. دکتر علیرضا قنچی که همسر و دو فرزندشون رو در این حادثه از دست دادن از تورنتو کانادا با ما هستن. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادین آقای قنچی. واکنش شما به این تصمیم دولت ایران چی؟ با عرض سلام، ما پیشاپیش که تمام مکاتبات و تمام سخنرانیامون، تو تمام گزارشامون، تو تمام مصاحبامون، تو تمام درخواستامون با تمام دولت مردان، تقاضای اول همه ما این بود که به سوالات ما پاسخ بدند. ما در میز مذاکرات نمیخوایم که راجع به غرامت اول صحبت بشه، هرچند که بسیاری از خانواده سرپستای خودشون رو از دست دادن و مطمئنا نیازهای مالی دارن بعد از گذشت یک سال که از این فاجعه میگذره، ولی آن چیزی که برای ما اولویت هستش، برای ما خانواده ها، برای خود من، این هست که مشخص بشه چرا و به چه علت به خانواده های ما با دو موشک حمله کردند و چرایی های زیادی داریم که ما هنوز پاسخ داده نشده بعد از گذشت یک سال. این چرایی ها اول اولویت بزرگ ما هستش، پاسخ بدن به ما، بعد راجع به مسائل دیگه ای مثل غرامت صحبت کنند. آیا نمیشه این دو را همزمان با هم پیش برد؟ به هر حال همونطوری که اشاره کردید بعضی از خانواده سرپرستشون از دست دادن و به هر حال دریافت غرامت جزء حقوق اصلی بازماندگان اینجور حوادث هستش. چرا میشه این کار را انجام داد، ولی چیزی که الان واقعا مرهم کوچکی هست بر دردها و آلامهای ما، پاسخ به چراهای ما هست که چرا اون شب هوای در واقع آسمان ایران رو به واسطه حملاتی که قرار بود انجام بدن به پایگاه‌های خالی آمریکایی نبستند و چراهایی دیگه که حالا نمیدونم الان فرصتش باشه که در موردش صحبت کنیم. این سوالات بارها مطرح شده آقای قنچی و جوابی هنوز نزدیک به یه سال گذشته و شما جوابی گرفتید؟ آیا از مقام‌های ایران چه جور جوابی گرفتید و برنامه بعدیتون چیه؟ اگر که به اون جوابایی که اونطور که خودتون اشاره کردین به جوابهای قانع کننده نرسیدید. متاسفانه بعد از یک سال که چند روز دیگه سالگرد عزیزان ما هست و روزهای بسیار سختی همه ما داریم سپری میکنیم در این چند روز، طبق معمول نه تنها در واقع مرهمی کوچیک بر آلام ها و دردهای ما گذاشته نشد، با این گزارشی که با این خبری که انتشار داده شد باز درد ما
تازه شد، چرا که ما دنبال این نبودیم. نه، متاسفانه پاسخ شما این هست که بعد از گذشته قریب به یک سال هنوز دولت جمهوری اسلامی ایران متاسفانه هیچ گونه جوابی راجع به چرایی های ما به ما نداده و ما طی مسیر خواهیم کرد توی مسیر به حق دادخواهی خودمون تا به نتیجه برسیم. اگر تا آخر سالگرد که این یک قرار قانونی هستش در کل در کنواکسیون های جهانی پاسخ درخور و شایسته‌ای که قانع کننده باشه از طرف جمهوری اسلامی ایران به دولت هایی که توی این قضیه درگیر هستن، به ما خانواده هایی که اولین محق هستیم در این مسئله به ما داده نشه، ما مسیرمون رو ادامه خواهیم داد و مطمئناً این پرونده به دادگاه های جهانی، به دادگاه های حتی ایکاو هم توی زمینه در واقع ادامه خواهد داد مسیرشو. ما منتظر هستیم که این یک سال تموم بشه طبق قانون. یک سال فرصت هست تا پاسخ داده بشه. اگه این در یک سال که چند روز بعد هست تمام نشه، مجبور هستیم که ادامه مسیر رو از دادگاه ها پیگیری کنیم. ممنونم از دستون دکتر علیرضا قنچی که همسر و فرزندانشون رو از دست دادن در این حادثه. نگاه بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. مجوز استفاده از واکسن کرونا ساخت دانشگاه آکسفورد و شرکت استرازنیکا در بریتانیا صادر شد. دولت ایران میگوید تصمیم گرفته به خانواده هر یک از قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین $150,000 غرامت بپردازد. در ادامه این برنامه، زمین لرزه و پس لرزه های ویرانگر در کرواسی. نمایندگان مجلس بریتانیا توافق این کشور با اتحادیه اروپا درباره مراودات تجاریشان پس از برگزیت را تایید کردند. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا گفته که این توافق بریتانیا را به بهترین دوست، متحد و همسایه اتحادیه اروپا تبدیل می‌کند. اما کیر استارمر رهبر حزب کارگر این توافقنامه را ناقص و محدود خوانده، هرچند که گفته که حزبش به آن رأی موافق می‌دهد چون بهتر از خروج بدون توافق است. صبح امروز رهبران اتحادیه اروپا هم رسما این توافقنامه را امضا کردند. دوران گذار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا فردا شب به پایان می‌رسد. خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان بریتانیا با ماست. بهرنگ، چقدر مونده به اینکه رأی بدن به این توافق؟ رأی دادن. این رأی‌گیری همونطور که شما هم گفتین همین دقایق پیش انجام شد دقیقاً و با نماینده ها با 521 رأی موافق در مقابل 73 رأی مخالف با اختلاف خیلی قابل توجهی حدود 450 رأی این توافقنامه رو تصویب کردن. ولی واقعیت داستان اینه که برای خیلی ها مخصوصا در حزب اصلی مخالف، حزب کارگر، دلیلشون علاقه و عشق به این توافق نبود. دلیلشون این بود که اگر این توافقنامه امروز تصویب نمی‌شد، بریتانیا ساعت 11 فردا شب، یعنی کمتر از 40 ساعت دیگه، از اتحادیه اروپا خارج می‌شد بدون وجود هیچ نظام مشخصی در مورد روابط آینده دو طرف. نکته مهم اینه که به هر حال درسته که این توافق الان تصویب شده، ولی شاید تا هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشه که معلوم بشه واقعاً در عمل چقدر بریتانیا و اتحادیه اروپا میتونن روابط اقتصادی رو که در طول چند دهه ایجاد کرده بودن حفظ کنن. ممکنه هر دو طرف، مخصوصاً بریتانیا، حداقل در کوتاه مدت به مشکلاتی بر بخورن. ممکنه که حتی روی رشد اقتصادی تأثیر بذاره، هرچند تو شرایطی که خب همه‌گیری کرونا به اقتصاد همه این کشورها ضربه‌های جدی زده، اندازه‌گیری این ضربه شاید کار راحتی نباشه. بهرنگ، حزب کارگر خیلی همونطور که خودت هم گفتی راضی نبود و خیلی انتقاد داشت از این توافقنامه، با اینکه بهش رأی مثبت داد و بقیه حزبای مخالف مثل لیبرال دموکرات هم که اصلا رأی مخالف دادن، اونطور که اگر اشتباه نکنم. دقیقاً. ببین، داستان اینه که اگه کاملا از بیرون بخوایم منصفانه نگاه کنیم، قرارداد
بی عیب و نقصی نیست. میتونم دو تا مثال بزنم. مثال اولی که میتونم بزنم اینه که یک جایی به نظر میاد خیلی با عجله متن رو آماده کردن و به همین خاطر تو صفحه 921 که این توافق 1264 صفحه‌ای یه پاراگرافی در مورد بحث از کنم نرم افزارها و رمزگذاری هست که نمونه هایی که آورده مثلا یکیش نرم افزار نت اسکیپ کامیونیکیتور 4 که از 1997 به این طرف آپدیت نشده و کاملا از رده خارجه. از طرف دیگه هم این بحثی که در مورد در واقع دسترسی صادرات بدون تعرفه میشه انقدر اما اگر داره که باید ده ها و صد ها صفحه در واقع سند رو بخونید تا متوجه بشین دقیقاً منظور چیه. متشکرم از بهرنگ تاجدین در مقابل پارلمان بریتانیا. مجلس نمایندگان افغانستان بودجه سال 1400 را رد کرد. اکثر نمایندگان از وزارت مالیه خواستند که بودجه را اصلاح کند. آنها گفتند که این بودجه عادلانه نیست و منابع داخلی تامین آن هم روشن نیست. وزارت مالیه گفته که پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان را با توجه به امکانات در نظر خواهد گرفت. طرح بودجه سال آینده نزدیک به 3 ماه پیش برای تصویب به پارلمان فرستاده شده بود. رقم بودجه بیش از 452 میلیارد افغانی معادل حدود 6 میلیارد دلار برآورد شده. برای جزئیات بیشتر درباره این تصمیم نمایندگان، عظیم کبرزانی نماینده مجلس و منشی کمیسیون اختصاصی مالی و بودجه از کابل با ما هستند. شما مشکل رو در چی دیدید که این توافق رو رد کردید؟ اگر خودتون بهش رأی منفی دادید و به هر حال نمایندگان کلا ردش کردن. وقت شما بخیر. بیگمان وقتی که ما امروز به مجلس دلایل خود گفتیم و 17 دلیل برشمردیم، اگر فرصت باشه که من 17 دلیل فکر نمی کنم وقت شما باشه که بگم، اما 5 دلیل عمده و اساسی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. یکی از نگرانی‌های اساسی نمایندگان ملت ایست که باید یکسان سازی معاشات بشه. بحث دوم، واحدهای اداری که ایجاد شده و خانه ملت به او رأی نداده، نگران ملت، نمایندگان ملت نگران این قضیه هستند که باید بر حسب قانون اساسی افغانستان این ادارات بیاید و رأی پارلمان بگیره. بحث دیگر بحث کدهای اعتیاده. سال قبل هم ما نگران این قضیه بودیم، امسال هم نمایندگان ملت بحث خود دارن. یک مقدار پول بسیار گزافت این کدها اختصاص داده شده، اگرچه در این اواخر حکومت گفته که ما یک مقرره وضع میکنیم به کدهایی که اونا مصرف میشه و جزئیاتی رو کمی دیرتر برای مجلس میدن، یا یک دست حکومت بازه و در حدود 16 میلیارد احتوا میکنه. و مورد دیگری که بسیار بسیار مهم هست اینه که زمانی که در بودجه سال قبل نمایندگان ملت جا داده بودن و سند بودجه به عنوان یک قانون در قانون اساسی افغانستان پیش بینی شده، حکومت آمده به او را حذف کرده. این در حالی است که نمایندگان ملت به ولایات رفته بودند و برای مردم وعده سپرده بودند که در وضعیت زندگی مردم با ایجاد پروژه‌های توسعه‌ای و انکشافی تغییرات می‌آید. این دلایل دلایل واضحی است بود که نمایندگان ملت امروز کارت سرخ بالا کردند. خیلی ممنونم ازتون عظیم کبرزانی نماینده مجلس. جاناتان پولار تحلیلگر نیروی دریایی آمریکا که به خاطر جاسوسی برای اسرائیل 30 سال زندانی و 5 سال ممنوع الخروج بود، به تل آویو رفت و بنیامین نتانیاهو شخصا از او در باند فرودگاه استقبال کرد. اسرائیل چند سال پیش به او تابعیت داد. جاسوسی او خشم آمریکا را برانگیخت. جاناتان پولار تنها شهروند آمریکایی است که به خاطر جاسوسی برای یک کشور متحد آمریکا به حبس ابد محکوم شد. محمد امینی گزارش می‌دهد. بعد از 30 سال زندان و 5 سال ممنوع الخروج بودن از آمریکا، بالاخره پایش به اسرائیل رسید، جایی که اولین کارش بوسیدن خاک بود. او بسیاری از اسرار نظامی آمریکا را به اسرائیل فروخت و خدماتش به اسرائیل آنقدر بود که به طور غیابی به او شهروندی اسرائیل داده شد و اسرائیل را خانه خود می‌داند. ما خیلی خوشحالیم که بعد از 35 سال به خونه برگشتیم و از مردم اسرائیل و نخست وزیر به خاطر این کار خیلی متشکریم. امیدواریم که شهروندان مفیدی برای اسرائیل باشیم و زندگی رو ادامه بدیم. بنیامین نتانیاهو طبعا از این بازگشت بسیار خوشحال است. هرچند شرایط کرونایی به او امکان نداد پولارد را گرمتر از این مورد استقبال قرار دهد. بنیامین نتانیاهو از همان ابتدا یکی از سرسخت‌ترین طرفداران آزادی پولارد بود و بارها به دولت‌های مختلف آمریکا برای این آزادی فشار آورد.
این لحظه بسیار هیجان انگیزیه که جاناتان و همسرش استر به خانه برگشتن. چقدر خوبه که برگشتن به خونه. برای بنیامین نتانیاهو بازگشت جاناتان پولارد یک حرکت تبلیغاتی بزرگ هم هست. اینها تصاویر 5 سال پیش است، وقتی آقای پولارد از زندان آزاد شد ولی با حکم دادگاه حق خروج از آمریکا را نداشت. امسال برای بنیامین نتانیاهو سال خوبی بود و پایان بخش این سال میلادی برای او بهتر از این نمی‌شد. بیشتر از همه به خاطر حضور دونالد ترامپ در رأس قدرت در آمریکا و هم به خاطر گام‌های بلند در مسیر صلح با چند کشور عربی. و البته موفقیتش در زدن ضربه‌های متعدد بی‌جواب به ایران در سوریه و چه بسا در داخل خود ایران. بنیامین نتانیاهو با همه این اتفاقات مثبتی که برایش امسال افتاده، باز هم درگیر یک جدال سیاسی در داخل خود اسرائیل است. انتخابات تازه‌ای در راه است که چهارمین ظرف 2 سال گذشته است. یک طرف این جدال بقای آقای نتانیاهو و طرف دیگرش رها کردن سکان قدرت در اسرائیل است. هرچند تا همین حالا هم او رکورد تمامی سیاستمداران تاریخ اسرائیل را شکسته. محمد امینی، بی بی سی. زمین لرزه دیروز در کرواسی دست کم 7 نفر را کشت و 20 نفر را زخمی کرد. زلزله‌ای به بزرگی 6.4 که بسیاری از ساختمان‌ها را در شهر مرکزی پترینیا ویران کرد. گزارش کیست دور را ببین. مردی را از خودروی آسیب دیده نجات می‌دهند. دوباره به فرزندش می‌پیوندد که او را هم نجات دادند. کمی از ظهر گذشته بود که زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.4 روی داد، بزرگترین زمین لرزه کرواسی در دهه‌های اخیر. شهر کوچک پترینیا به شدت آسیب دیده. به گفته شهردار نیمی از ساختمان‌ها ویران شده. وقتی زلزله شد، او با خبرنگاران گفتگو می‌کرد. دختری 12 ساله جان باخت. این زنان توانستند از ساختمان ویران شده شهرداری بیرون بیایند. بقیه به هر صورتی که ممکن بود به جای امن منتقل شدند. امدادگران از سراسر کرواسی در میان ویرانه ها به جستجوی بازماندگان هستند. این مرد میگوید که هیچ چیزی برایش باقی نمانده و هر چه داشته نابود شده. وقتی که زمین لرزه آغاز شد، در حوالی شهر سیسک شهردار نشستی خبری برپا کرده بود. بیمارستان اصلی اینجا به شدت آسیب دیده. این زمین لرزه حتی صدها کیلومتر آنسوتر در پارلمان اسلوونی هم احساس شد. شهر پترینیا در جنگ داخلی دهه 90 میلادی تقریبا تخریب شد و این زمین لرزه یک بار دیگر ویرانی را به اینجا آورد. ممنون که با بی بی سی فارسی همراه هستید.